سلام تماشابینان عزیز، این برنامه مهاجر است. از سامانه آیلتیجی منظور شما میگردد. شروع از روز 3 می در منطقه سنت پیتربورگ و ولایت لنینگراد عملیات نوبتی مقامات حفظ حقوق روسیه شروع می شود و در رفت این عملیات ها حجت های مهاجران مهنتی تفتیش کرده می شوند. خود مهاجران مهنتی این عملیات ها را نیم شوخی و نیم جدی شکار مهاجران می نامند، زیرا اکثرا پس از چنین عملیات ها شماره زیادی مهاجران مهنتی از قلمرو روسیه اخراج یعنی دپارتاسیه کرده می شوند. برای آنکه مهاجران در رفت چنین عملیات ها و مشکلی روبرو نگردند و از قلمرو روسیه اخراج نشوند، باید چیکار کنند؟ سلام تماشابینان عزیز، این برنامه مهاجر است. از سامانه آیلتیجی منظور شما میگردد و برای کمک به مهاجران مهنتی ما امروز به اداره خود کارمند مرکز مشورتی و آمادگی قبل از سفر مهاجران مهنتی خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان پرویز سعیدخان را دعوت نموده ایم. پرویز جان خوش آمدید. پیش از همه می گفتید که این عملیات محض در کدام منطقه ها گذرانیده می شود؟ البته بسیار درست قید کردید. عملیات در منطقه سن پیتربورگ و ولایت لنینگراد گذرانیده می شود. این سنجش های ناگهانی هم گویم می شود، چخیلی که با ما نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در فدراسیون روسیه خبر دادند. در همین منطقه عملیات گذرانده می شود که در جای هایی که مهاجران مهنتی استقامت می کنند و در منطقه هایی که مهاجران فعالیت کاری می نمایند، در همین منطقه گذرانده می شود. یعنی به طور ناگهانی کارمندان مقامات حفظ حقوق روسیه می توانند به جای کار مهاجران بیایند، به جای به خانه ای که اونجا زندگی میکنند بیایند و عملیات را شروع کنند؟ همین طور است؟ البته درست است. اصلا در رفت این عملیات کدام حجت ها مورد سنجش قرار می گیرند؟ در رفت عملیات یکمین درجه بگیریم، به قیدگیری آنها پتنت، اجازت به کار، معلومات نامه اجازت به کار و سطحی زباندانی مهاجران. در صورت که مهاجر اگر زبان روسی رو ندانست، سرتیفیکت زبان روسی نداشته باشد، تکراراً به او اجازت میدهند که رفته امتحان سپارد. در صورت نگذاشتن از امتحان، پتنت او بیکار کرده می شود و احتمال است که دپارتاسیه یعنی اخراج هم کرده شود. یعنی به خاطر ندانستن زبان مهاجر رو میتوانند از قلمرو روسیه اخراج کنند؟ البته. یک قسم مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه بدون شرطنامه مهنتی کار میکنند، یعنی شرطنامه لفظی دارند، قرارداد لفظی میبندند با کارفرما و همین خل فعالیت با فعالیت مهنتی مشغول میشوند. فعالیت غیر رسمی. تقدیر همین مهاجرا چی میشود وقتی که میآیند سنجش میکنند و معلوم میشود که مهاجر شرطنامه مهنتی ندارد؟ در حالتی که مهاجر شرطنامه مهنتی ندارد، در این حالت هم گناهکار دانسته میشود مهاجر، برای که هر یک نفری که در یک جا کار میکند باید که یکم درجه شرطنامه داشته باشد، بعد معلومات نامه اجازت به کار و پتنت و بعد دیگر چیزا. اگر که در همین روند هم یگان از طرف کارفرما یگان طلبات کاریش رعایت نشید، مهاجر میتونه که در اساس شرطنامه که با او بسته است به مقامات دیگر مقامات مراجعه کند، مثلا به نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در فدراسیون روسیه میتونن مراجعه کنن که ما هم خیلی فعالیت کردیم، از طرف کارفرما هم خیلی بنده هم خیلی چیزا رعایت نشید. یعنی شرطنامه پیش از همه به خود مهاجر ضرور است که حقوقش را حمایت کنه. البته در صورت پرداخت نکردن مزد مهنت، در صورت مثلا البته دعا میکنیم که با سر یگان مهاجر چنین وای نبیاید، فوجیه ها نبیاید، در صورت سر دادن یگان، سر زدن یگان صدمه های استحصالی، همون شرطنامه مهنتی اساس میشود که مهاجر یعنی حقوق خود را دفاع کند، زیانی به او رسیده را از کارفرما طلب نماید، یعنی همون مبلغی که حق خودش است طلب کرده گیرد. بله درست است. پرویز، اکثر مهاجران از آن شکایت میکنند که در جریان گذراندن انامین گونه رید ها، عملیات ها، کارمندان مقامات حفظ حقوق روسیه، البته نه همهشان ولی بعضی کارمندان مقامات حفظ حقوق روسیه به زیاده روی راه میدهند، مهاجران را تحقیر میکنند، مثلا پست میزنند، حقوق های اونها را پایمال میکنند. در این حالت مهاجر باید چیکار کند وقتی که به همین گونه حالت ها روبرو میشود؟ در این حالت مهاجر میتواند که با نمایندگی وزارت مهنت و
خصوصا دیاسپورا هایی هستند که در همون سن پترزبورگ فعالیت میکنند به همون جای ها مراجعت کنند و مشکلات خودشون را برطرف کنند. مقصد گذراندن عملیات در مسجد ها چی است؟ از چی عبارت است؟ هدف گذراندن عملیات در مسجد ها این پیشگیری از شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت های نامطلوب با تروریست اکستریمیزم چه خیلی که ما معلوم است ماهی مارت سالی روان در فدراسیون روسیه حادثه ترکت شده گذشت یک چند مهاجری تاجیک را که در این عملیات با گمانی دست داشتند دستگیر کردند پیشگیری از همین گونه عملیات ها می باشد. خب پرویز شما گفتید که مهاجرانی که در رفتی همین عملیات ها با مثلا یکان رفتاری نادرست از جانب کارمندان مقاماتی حفظ حقوق روسیه روبرو می شوند، حقوقشان پایمال کرده می شود یا مورد فشار قرار می گیرند، می توانند به نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه مراجعه کنند یا به دیاسپراهای تاجیکی که در منطقه لنینگراد و در دیگر قسمت های روسیه هستند مراجعه نمایند. و میخواستم دانم که وقتی مهاجر مراجعه میکند برای کمک پرسیدن کمکی که به او رسانیده میشود برای این یکون مبلغ باید مهاجر سپارد یا نه؟ وقتی که مهاجران به نمایندگی یا اینکه به دیاسپورا ها مراجعه مینمایند خدمت رسانی کلا رایگان میباشد برای مهاجران. به ممانعت میتوانند مهاجران به کدام مشکلاتی که نباشد با آنها پیش آمد مراجعه نمایند و مشکلات خود را برطرف کنند. بعضن مهاجران مهنتی تاجیک از آن شکایت میکنند که مهاجرانی که از قلمرو روسیه اخراج شدند شکایت میکنند که گویا به یگان سبب آنها را اخراج کردند و در چنین حالت ها وقتی مهاجر باوری دارد که یگان کمبودی صادر نکرده است، از او یگان گناه نگذشته است و او را یعنی که به سبب اخراج نمودند چیکار کرده میتواند؟ آیا میتواند دعوا کند برای بکار نمودن حکم اخراج؟ در این صورت مهاجران می توانند با نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی مراجعه نمایند و نسخه های پتنت که آنها سپردند مهلت همون یک سال باشد اگر بود باشون در همون فدراسیون روسیه با نسخه های همون با دیگر حجت های لازمه پیشنهاد می نمایند به وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه و دیگر مقامات های حفظ حقوق مشکلات آنها برطرف کرده می شود و مراجعه مهاجران دستگیری کرده می شود. یعنی چگونه برطرف کرده می شود؟ از نام مهاجر عریضه ترتیب داده می شود؟ البته از نام مهاجرانی که به نمایندگی مراجعه می نمایند از نام آنها به وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه طریق مکتوب معلومات نما فرستاده می شود. پرویز شما همچون متخصص به مهاجرانی که عین زمان در روسیه محض در منطقه سن پترزبورگ و لنینگراد هستند چی توصیه می دهید در همین شب و روزهایی که من عملیات شروع می شود عملیات نیلگل مهاجران چی کار کنند؟ توصیه من به مهاجرانی که در فدراسیون روسیه عین حال کار و فعالیت کرده ایستادند این است که سری وقت از قید گذرند سری وقت پتنت های خود را سپرند و با کارخانه ها و با هر گجایی که کار می روند شرطنامه کنند به شرطنامه کار نکنند و در برابر این از مهاجران خواهش می نمایم که ترتیباتی که در فدراسیون روسیه جاری شده است رعایت نمایند و با هر گونه شب نشینی و با هر جایی که با آنها لازم نیست نروند. بعضن چنین حالت های می شوند که مهاجر به روسیه می رود و بعد رفتنش می فهمد که وی از قلمرو روسیه اخراج شده است. برای اینکه همین گونه حالت ها رخ ندهند مهاجران باید چیکار کنند و عموما توصیه شما مصلحت شما به نفرانی که عین زمان در تاجیکستان هستند ولی می خواهند روزهای نزدیک به روسیه به مهاجرت مهنتی روند چی است؟ به مهاجرانی که عین زمان به فدراسیون روسیه سفر کردنی هستند توصیه می دهم که پیش از سفر اول آمده به نمایندگی وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در شهر دوشنبه کشوده شد با ایزی انگشت البته معین میکنند که چی کمبودی ها هست یا که من ای ورود دارد ندارد اول آمده خود را تفتیش نمایند بعدا
میتوانم که سفر کنم به فدراسیون روسیه. در برابر این البته پیش از همه باید که حجت های خود را آماده سازند. میتوانند از همین جا سرتیفیکت درباره دانستن زبان روسی دسترس نمایند، یا اینکه میتوانند که در فدراسیون روسیه رفته دسترس نمایند. سر اول باید که روند از امتحان زبان روسی گذرند و سرتیفیکت درباره دانستن زبان روسی را دسترس نمایند، خود را البته که به قید گیرند و پتنت گیرند، بعدا به کار شروع کنند تا انجام حجت ها به کار نبرایند. در این میان یک چیز دیگر را نیز قید کردنی هستم که نفرانی که پاسپورتی خارجی رو نو دسترس میکنند در حال به فدراسیون روسیه سفر بر میشوند، این نیز سببی دپارتاسیا یا که بگیم منع ورودی گشتن آنها میگردد، چون که بسیاری از مهاجران ما در حالت دپارتاسیا شدن اومده دوباره عوض نام میکنند و باز به فدراسیون روسیه سفر مینمایند. با فدراسیون روسیه به خاطر پیشگیری از همین حالت ها نفرانی که نو پاسپورت میگیرند و به فدراسیون روسیه سفر مینمایند نیز در بعضی حالت ها این چیز دیده می شود که البته برمیگردونند به تاجیکستان. در صورت اخراج شدن بازگشت مهاجر از حساب کی صورت میگیرد؟ از حساب خود مهاجر؟ در این صورت همه رسخات و خراجات از حساب مهاجر می شود. برای همین از مهاجران یک بار دیگه خواهش کرده می شود که با مرکز مشورتی پیش از سفر آمده معلومات های ضروری را گیرند، دانند که با کجا سفر می کنند، مقصد سفرشون از چی است. وقتی که در فرودگاه فدراسیون روسیه مهاجر می فروید برای کار، در اونجا وقتی که ورقشون می تیند مقصد سفرشون می نویسند مهاجر را. متاسفانه بعضی مهاجران خودمون هستند که در همونجا نمیدونن مقصد سفرشون چی بنویسونن، برای کار یا برای تماشا یا برای استراحت یا برای یک مقصد دیگه. هم مهاجران ما نمیدونن برای چی بنویسونن، برای تماشا می نویسونن، نه که میرم با کار مشغول میشم. ها پتن گرفتن نمیتونن، یا که برای کار مشغول میشن در رفتی عملیات به دست در رفتی عملیات به دست میافتن که برای تماشا اومده است ولی با کار مشغول شده است. بله. این هم قانونشکنی حساب می شود، این هم اخراج. البته این هم سبب می شود که اخراج کنند. خب مهاجرایی که از قلمرو روسیه اخراج شدند می توانند به دیگر دولت ها به مهاجرت مهنتی روند؟ البته می توانند به دولت های اروپا سفر نمایند. عین زمان مرکز مشورتی با دولت های بریتانیای کبیر، بلغاریا، جمهوری کره شرنامه مهنتی بسته است و یک چند دولت های دیگر هم هستند که این زمان کاربری شده استودند که ما در روزهای نزدیک البته سفر برکنیم مهاجران را بعد دیگر با اون دولت ها نیز شروع میکنیم. دعوت میکنیم نفرهایی که من ورود دارم به فدراسیون روسیه و مرکز مشورتی آمده برای دولت های اروپا خود را نام نویس کنند با این طرف ها سفر نمایند. تشکر پرویز بار دیگر برای مسئلیت های سودمندی که به مهاجران مهنتی دادید و برادران خواهران عزیز مهاجران مهنتی تاجیک، بار دیگر خاطر رسان میکنیم که از روز 30 می در منطقه ولایت لنینگراد و شهر سن پیتربورگ عملیات نوبتی کارمندان مقامات حفظ حقوقی روسیه شروع می شود، یعنی به قول خود شما شکاری مهاجران باز از نو آغاز می یابد. بنابراین از شما احترامانه خواهش میکنیم که حجت های خود را به ترتیب درآورید، بهوده و بهوده شب و نیمه شب در کوچه ها نگردید، فعالیت خود را قانونی گردانید. اگر شما از روسیه اخراج شده بودید به هیچ وجه با نام و نسب دیگر دوباره به روسیه بر نگردید، زیرا ترتیب دادن حجت های قلبکی این علاقه جنایت به حساب می رود و با سر مهاجر بسیار فلاکت ها را آورده می تواند. و از همه مهمش خیلی احتیاط باشید، زیرا امروز خطر تروریسم و اکستریمیزم سراسر جهان را فرا گرفته است و بیش از همه مهاجران مهنتی زیر این خطر قرار دارند. احتیاط شوید، حیات خود و حیات نزدیکانتان را، حیات مهاجران دیگر را در خطر نگذارید. یک بزرگ فرموده است که خواهی آزاد باشی غلامی
قانون باش. شما نیز به قانون رعایت کنید. باوری داریم که می توانید در روسیه و در دلخواه کشور دیگر آزادانه با فعالیت مهنتی مشغول شده برای پیشبرد زندگی خود و اهل اویلاتون مبلغ دریافت نمایید. باقی سلامت باشید.